بې هم خراج لاس لیدونکو په خبرونه کراس را شکر الله احمدي صاحب را سره په نن خبرونه کې لیدونکو به هم خپل قدرمن مل متخراج لاس ولادي چې شایستهونکمر غه سهار به پیل کړوي احمدي صاحب بخیر آمدین خدا کنه کې یو څوبې خوب دشته بشین بسم الله الرحمن الرحیم په نوم خداونده کې قلم را آفرید او ان را شایسته سوګنۍ خښ قرار داد او په نوم یګن افریدهګاره کې انسان را په زیور تفکر اندیشه اوراست و او را این وعده الهی قرار داد به نام خداوند شعر و غزل کلامش نشیند بر دل تا ازل درستم خستم شد دارم خدمت شما موجی مفق موجی خیلی سرشناس و همچون دستنکار مهربانتان و همچون یک سلام مجدد و خاص خدمت بیندگان از تلویزیون جهانی جواندون وا. امیدوار هستم که یک صبح خیلی خوب خوش آغاز کرده باشین و گزند روزگار در امان الله مطال باشین و صبح را تا این دم بقیه سپری کرده باشین شکړ احمدي هستم مشاور امشور کليني کې همچونه يکه از معسلان 15 زيبا ژورنالزم اميدوار هستم كه با شما بينندگان ز يک برنامه خيل خوب خوشو داشته باشيم تشکر بسیار تشکر خدا کنه كه يک خوب داشته باشين ډيره زياده مننه کومه بعد خوشاله اوسه چې راغلي وي خبرونه ته نن بعد مطاليب پارځخ باندې غغيغو خپل مطالعات شاید كه پردي باندې غغيغو ليدونکو ته معلومات ورك مطالعات چی است درست بخیر باشین زمانی که ما شما در مورد یک موضوع صحبت میکنیم ساعت ها ضرورت است که باید توضیح بدهیم اما واقعا اینجا که وقت زیخه و خیلی کم است خیلی موضوع. ما خیلی مختصر و خیلی کوتاه یک توضیح بدهم برای شما مهربانی مطالعه یک پروسه شرطی و اکتسابی هست که سبب افزایش معلومات میگردد پروسه شرطی و اکتسابی یعنی چی پروسه شرطی و اکتسابی یعنی شخص مطالعه کننده مرحله به مرحله به پیش می رود و دارای مهارت های مختلف مانند ایجاد آمادگی قبل از مطالعه، مهارت های مطالعه و غیر مراحل می باشد. و هم شما هم میدونه که شرطی به منی یک مایده هست به من یک قرارداد هست به منی یک پیمان هست و اکتسابی به منی کسب هست یعنی ما هر کس میتونه هر شخص میتونه که واقعا مطالعه بکنه و این مهارت کسب بکنه و گفتم میدونه که مطالعه و از مهم انسان و بشرت نام بردن یک فعالیت خیلی مهم است که هر انسان باید مطالبه کنه که بسیار خیلی ضروری که میباشه فعالیت که به که منجر به ارتقای سطح معلومات و آگاهی فردی میشه یعنی هر کسی که مطالعه میکنه میتونه که معلومات بیشتر و معلومات گذافتر هم داشته باشه و یا گفته میتونه که مطالعه رای است که برای پروش اصطلاحات خارق العاده انسانی که او را در مسئله رشد و تکامل انسانی پایدار میسازه و این که همکاری و کمک میکنه و می گفته میتونه که مطالعه کار پویا و کار فعال هست که منتج به یادگیری و انتقال موجود آگاهی میشه یعنی زمان که ما شما مطالعه میکنیم میتونه که مثلا یاد بگیریم برای افراد که واقعا نمیخوانن یا نمیفهمن ما باید برایشان معلومات بدهیم آه. آه بسیار تشکر زنده باشین که درباره مطالعه معلومات دادین دیر زیاد مننه کورا باد خوشاله اوسې من غوا تاسو هم په ژوند کې باید مطالعه وکړو ترڅو علم هم ډیر شي احمدي صاحب را به شو د پختنک کتاب چې کچیر موږ تاسو مطالعه وکړو په ټولنه کې به د غټه څخه هم د ځان لپاره هم د ولسمو لپاره غټه به څه وي خو درسته خېل یو څلور سوال خېل خوب زمان که ما شما مطالعه میکنیم چی فواید داره فواید خیلی زیادتر داره واقعا اولین فوایدش که است مطالعه سبب افزایش معلومات او میگردد یعنی زمان که ما شما مطالعه میکنیم میتونه که درباره کائنات موجودات زنده نباتات حیوانات انسان ها و هر آن چیزی که در کائنات الله مطال وجود داره ما شما میتونه که معلومات کسب بکنیم و دومین فوایدی که مطالعه داره همین است که مطالعه سبب حل مشکلات زندگی و مسائل تربیتی می شود همون طور که یکی از فیزدان خیلی مطرح جهان که است که میگوید که تربیت سرچمه همه عظمت هاست یعنی به این معنی که مثلا همه عظمت ها همه بزرگی ها که هست شان تربیت هست و همچنین یک دانشمند دیگر هست و یکی از سوات مداران هست که نیکولا ماکولی است که میگوید که کتاب معلم است که بدون غضب وسیلی ما را تربیت میکند یعنی که از زمان که ما شما مطالعه میکنیم نه غذاب در کار هست نه کدام کتک نه در کار هست و نه کدام چیز دیگره فقط ما رو تربیت میکنه بدون کدام غذا و بدون کدام سیلی و سیم هست زمان که ما شما مطالعه میکنیم مطالعه است پروش درک و فهم خلاقت و حل مسئله می شود همانطور که یکی از دانشمندان خیر شخص که هست که یک دانشمند فرانسوی هست که میگوید که برگ کتاب به منزل برگ هاین به منزل پروانه هاین که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند یعنی زمانی که ما شما مطالعه میکنه روح ما آرام میشه و روح ما شما آرام میگیره و چهارم مطالعه سبب خداشناسی میگردن یعنی به این معنا که زمانی که ما شما خودشناسی اول مهم هست زمانی که ما شما خداشناسی خدا را مطالعه هم شما من و شما میدانیم و میشناسیم پس باید که مطالعه بکنیم تا که خود را و خدای بنده مطالعه بشناسیم و همچون که چهارم همانطور گفتم گفتم سبب هم چون که میگردد معنوی به من چی مون همانطور که یکی از دانشمندان نوین معاصر افغانستان که صدکیم سینایی هست بزرگواری میکنن که یک شیر میستوان که منویت منویت روتن را برترت آورد منوی روتان را نیکو کند روتان را یکسره حق جو کند یعنی زمانی که ما شما مطالعه میکنیم روتن را یک حق جو میکنه ما شما به دنبال حق میرویم و پنجمین شخصیت ها بر برتان بگو ما های بگو می همچون برتان بر بر که فایده جمعی است که افرادی که مطالعه میکنند میتونن که شخص ناطق و سخنگوی خیلی خوب شون بسیاری از خود پرسش میکنن سوال میک میپرسن چرا ما با چگونه بتونیم که یک فرد ناطق و سخنگوی خیلی با تمام معیار با تمام معنا در قند شما باید مطالعه بکنید تا ناطق و سخنگوی خیلی خوب شوند همان طور که صدی بزرگوار میسرایت تا مر سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد زمانی که ما شما سخن میگوییم اما عیب هنر که ما شما داریم تمامش مثلا رونما میشه و همچنان که پیمبر بزرگ اسلام میفرماید که جمال مرد فهم و فصاحت زبان اوست اینجا فصاحت انسان جمال مرد انسان هست و همچون که حافظ چون بازم بزرگواری میکنه میسترد که سخن سنجیده گو تا دوست را دشمن نگردونی زی حرف بیمارات آشنا بیگانه میشود بعض اشخاص همیشه مدام و مستدام شکایت میکنن که واقعا ما زمانی که حرف به به خود میگم و انهایشان خیلی خفه میشن به این خاطر است که واقعا ایشان سخن نسنجیده میگوین زمانی که ما سخن میگیم بعد سخن سنجیده باید بگیم اول بسنجیم سخن بگیم و ششم مطالعه هنر ذکر برای انسان ها خیلی از خود میپرسن که ما چگونه بتانیم که هنر زنی کردن را بیاموزیم راه اولش مطالعه هست زمانی که ما شما مطالعه میکنیم راه زنی کردن ما شما میاموزیم و هنر زنی کردن ما شما میاموزیم که کارل هست که میگوید که من کتاب ها دارای های برود بشر اند زیرا هر چی که انسان انجام داده و اندیشیده است در کتاب ها و نوشته شده است یعنی هر کاری که ما شما انجام ده هر فکر میگن تفکری که میکنیم هر اندیشه که میکنیم امین است که واقعاً خیلی مهم هست که ما شما باید مطالعه بکنیم و دیگر اینکه افتم هست که مطالعه سبب پرورش و پیشرفت جامعه میگردد اما ترکن اصلا نوراقی میگوید که می ملت که کتاب نمیخواند باید تمطوری خود دوباره تجربه کند پس باید مطالعه بکنه هر ملت کتاب نمیخونه باید تام تجربه بکنه پس باید اول ما شما مطالعه بکنیم و همچون که ناپل بناپارت که از جنرالان هست که از کشور فرانسه هست که میگوید که میگه طریقات بشر زاده عمل و کار سودن انسان هست هر طریقی پیشرفت که ما شما میکنین جامعه ما که پیشرفت میکنه و واسه افغان که یکی از دانشمندان افغانستان هست همچنان که میفرماید که ما چشم انسان کور باشد بهتر است از اینکه طرز بینش تفکر و کور باشد یعنی که ما شما بینش و تفکر خیلی مهم است که ما شما باید بیاموزیم و داشته باشیم و هشتم افرادی که مطالعه میکنم فوایدش فواید است که مطالعه مغز و ورزش میدهن ورزش مغز مطالعه است اما تا که سدی شیرازی بزرگوار باسه مهربانی می و می که هم نشینی از کتاب مخوا که مصاحب بود گاه و بیگا این چونی این همدم لطیف کیدید که نرنجید و هم نرنجونید یعنی بعض اشخاص میگه که زمانی که ما در خانه که دق میارم چرا شما دق می‌آرین؟ شما مطالعه نمیکنین شما زمانی که مطالعه با فراست و کیاست بینش معرفت شما که میرسین پس که واقعا ما شما باید مطالعه بکنیم چون که مصاحبت با کتب و جرایت خیلی بهتر خواهد بود افرادی که مطالعه نمی کنند که مطالعه می داره کدام ویژه ها می باشه خیلی یک سوال خیلی خوب آه. تشکر از سوال بسیار ارزنده شما افرادی که مطالعه میکنن داره ویژه ها می باشه شاید اینجا سوال خلق شده که بگن آیا افرادی که مطالعه می کدام ویژه دارن بله چون که به نظر خودشان یک ویژگی است اما به نظر افراد که با فهم هستن با درک هستن با هوش هستن ویژگی نیست یک ننگ هست یک آر هست در خود گفته میتونیم اول افرادی که مطالعه نمی براحتی تحت تاثیر تبلیغات قرار میگیرن به عنوان مثال میگه فلانی گفت که شما برینی دوا شما بخرین قد شما بلبلن میشه میگه مرد پرس در افغانی که من دوار خریدم پشکاری شو خیرم از زمان که مزار کردم من قدم بلا نشد خب این یک سال پرسیده میشه که چرا آن دکتر کتوله هست قد پرشد چرا قد ایشان بالا نشد چرا قد بلند نشد به این خاطر که آن دکتر میفهمید که زمان که ها بسته شود دیگر بلند شدن قد امکان نداره اما چون کتو نمیفهمیدی و از تحت تاثیر تبلیغات قرار گرفتی دوم افرادی که مطالعه نمیکنن گپ های تکاری میزنن چون که سخن نو و سخن جدید به گفتن ندارن من برای شما یک را حد میزنم آه می زمانی که یک استاد وجود داره و هر روز من یک درس برای ماشا تشریح میکنه که درس تکراری هست مدام تکراری هست ما شما خسته میشیم دیگه انگیزه و تمرکز ما به به درس بهتر نیست چرا چون که سخن جدید نیست پس افرادی که مطالعه میکنه سخن جدید برای گفتن ندارم پس ما باید ما شما تو سخن جدید داشته باشیم سیومین ویژگی افراد که مطالعه میکنن کدام هست امین است که داره واژه ها و لغات آنها کم باشد زمانی که شما از اکثر که مطالعه میکنن شما بپرسین کمی مترادف کلمه دانش چیست ایشان برای شما خواهد گفت که علم یعنی مثلا مترادف دانش علم هست علم به معنی چی میگه من خواندن نباشن اما زمانی که از یک انسان که مطالعه میکنه شخص که مطالعه میکنه شما بپرسین میگه که مترادف کلمه دانش چی هست مثلا به عنوان مثال درک فهم بینش بصیرت فراست کیاست معرفت شناخت حکمت و غیره باشد. و همچنان ما شما گفته میده که مترف کلمه تحقیق تفحص تتتبو تجسس استفسار و همچنان کنچکاوی همچنان که گفتم میتونیم بعض اوقات و آرسی و غیره میباشد یعنی افراد که مطالعه میکنن دایره واژه خیلی کمی باشه پس بنابر این همیشه باید مطالعه بکنن تا دایره واژه خیلی زیادتر باشه و محدود یا کم نباشه چهارمین ویژگی افرادی که مطالعه میکنن همین است که بخش اصل ذهنشون خیلی ضعیف است و تعطیل هست همانطور که برناسل یکی از فیلسوفان هست یکی از, هست،, هست،, از هست که از خیلی مطرح جهان هست که از کشور بتونه است که میگوید میگوید که جایی که استلال به پایان میرسد جنگ آغاز می شود یعنی زمانی که ما شما سخن برای گفتن نداریم جنگ آغاز می شود پس ما با شما باید استلال بکن با دلیل بیاوریم در کل گفتن میتونیم و پنجمین ویژگی افرادی که مطالعه میکنه خود را نمیشناسند اما در قبلا فکر کردم که خود خودشناسی خداشناسی است اول اگر ما خود را شناختیم الله مطالعه همچون شما خواهیم شناخت و ششمین ویژگی افراد که مطالعه میکنن، ایشان خیلی با هیجان و با احساس برخورد میکنن زمانی که اکثر برشون یک سخن میگه سشان بد میخوره قهر میکنن غضب میشن و در کل گفته میده که قهر و غضب اختیار میکنن اما ایشان باید بدانند که دنیا بر اساس عقل و منطق ساخته شده است نه بر اساس احساس و هیجان پس شما باید که با عقل منطق برخورد بکنیم و, و احساسات خود را رو, رو ما بسازیم و هفتم ویژگی که افرادی که مطالعه میکنن همی است که بر آن چی که میگن کنترل ندارن یعنی که دور از عقل منطق حرف میزنن که تو خودشان همچون که باورشان که نمیشه همون طور که ناپلئون بناپارت شما فرانسوی است که میگوید میگه اگر هر کس به اندازه دانش خود حرف میزد چه سکوت در دنیا حکم فرما میشد اگر ما شما دانش یک کار را داشتیم اهل یک کار بودیم اهل مراست و فراست و کیاست بودیم ما شما که آن زمان بهترین باشیم و همچون اشو ویژگی افرادی که مطالعه میکنن هنر گوش کردن به دیگران نمی آموزن ما شما همیشه صحبت میکنیم ما شما هنر گوش کردن اصلا ما شما بلد نیستیم چرا به خاطر که ما شما مطالعه نکنه میکنیم همون طور یک مقوله خیلی بزرگ یک مقوله خیلی شین زیاد هست همون که ذکر شده است که میگه یکی بگو دو تا بشن چون که دهنه که گوش دوتاست ما متاسفم ما شما این صحبت میکنین که ما شما گوش کردن ما شما که نمی آموزیم و نمی دانیم و نمی, دانی نمی فهمیم و نومین ویژگی افراد که مطالعه میکنن مستعد پذیر شایاد هستند همیشه تحت تاثیر شاید قرار میگیرن هر شایعه که واقعا در صفات اشتباه سوشال میدیاس پخش میشه نشر میشه برادکست میشه ایشان چی میکنن به راحتی تحت تاثیرشون قرار میگیرن و همچنان که دهمین ده ویژگی افراد که واقعا مطالعه نکنه میکنن این ایشان آرامش و همچنان که رضایت درونی که ندارن و اینجا چند کار از شما بزرگوار شو که من حکایت بایکات حکایت بگیرم ربانی یکی از اصلا خیلی مطرح هست که حکایت را واقعا خیلی خوب هم میگوه و خیلی هم هم به میگیره نگاشتن که میگه چند نفری که در جستجوی رضایت و آرامش درونی بودن نزد استاد رفتن و گفت که استاد بزرگوار همیشه یک لبخند در لبان شما جوری هست و شما خیلی فر خوشی دست و روز خوشی شما چیست استاد میگه من می خیلی ساده میگه من زمانی که راه میرم راه میرم زمانی که غذا میخورم غذا میخورم و زمانی که کار میکنم کار میکنم و زمانی که دراز میکشم دراز میکشم شاگردان فکر میکنند که واقعا اصلا استادشان جدی نگرفته است ولی زمان میگن که پس ولی گروه ما همه این کارها رو انجام میدم و چرا ما من و همچون که دیگر افراد که هستن ایشان خوشی ندارن استاد میگه زیرا شما زمانی که دراز میکشید به این فکر که بلند شوید زمانی که بلند میشه به این فکر که به کجا روید و زمانی که شما به کجا می روید به این فکر که چی غذای بخورید پس یعنی که شما در زمان حال زندگی نمیکنید زمان حال تقاطع گذشته و آینده هست من و شما همیشه در تقاطع حال به زندگی باید. نه تقاطع آینده و گذشته و همچون دوازده همین ویژگی افراد که مطالعه میکنن امین است که بسیار منفی باف هستند اگر ما شما مطالعه بکرید منفی بافی هست, هست. همونطور که ادسون خیلی یک حکایت خیلی زیبایی داره میگه زمان که شانه ساله بودم من از مدرسه به جرم کودن بودن اخراج کردن و روز و شبی را بعد نمی آورم که از پدر و مادرم از خصوصا از پدر بزرگوارم لتا تا کتک نخوره باشم اما فقط من دو دلیل داشت اول پشکار فراوانه که داشتم دو میگه از اینکه پدرم خیلی مسادرش میکرد مادرم من خیلی زیاد دوز داشت مرا خیلی زیاد نوازش میکرد میگه همیشه مرا خطاب میکنه تو نابغه هستی به این دلیل واقعا که باور که من نابغه هستم و اینجا هستم از این خاطر است که مادر من همیشه تشویق میکرد پس همیشه ما شما باید شما باید هم ایجاد نکنیم و خیلی ما شما باید باید رها بکنیم باید از بین بریم و دوزم ویژگی افرادی که مطالعه میکنن با معایب دیگران کنار نمیآیند. آین یک دیگر از میشم میخوایم که بخمت شما بزرگوار به کار بگیرم اگر اجازه شما باشه همونطور که میگن که کنار آمدن با معایب دیگران میگن در اصل یک بندان بسیاری از حیوانات را یغزد و مردن خارپشا و خامت اوزار را در کردن و گفتن که با همدیگر دیگر د دور هم دیگر جمع میشیم و از این لحاظ ما شما گرم خواهیم بود تا شما ما شما یخ نخواهد زد خوبشان دور هم جمع میشدن و تصمیم گرفت که هم جمع شدن و جمع شدن اما یک مشکل بزرگ و عظیم وجود داشت زمانی که با هم دیگر که یک جامعه شدن خارهاش یک دیگرشون زخمی می ساخت خب ایشان تصمیم گرفتن که ما شما جدا میشیم اما زمانی که جدا شدن ایشان را یغز و مردن خوب ایشان فقط دو را داشتن راه اول این راه اول یعنی که تحمل کردن خارهای دوستانشان دوم اینکه که شدن نشون از روی زمین پس ایشان روی اول رو اوارو انتخاب کردن که باید با همدیگر یک جا شون و خارهای یکدیگر رو تحمل بکنن و این طور بود که ایشان زنده ماندن پس من گفتم میتونم که همیشه ما شما باید بیاموزیم که با معایب دیگران باید, باید کنار بیم و ما شما را باید ما شما تحسین کنیم بهتره بتا این می باشه در کل بفرمایید دیر زیات کور آباد خوشاله اوسه چې براغلی وي او د مطالعه پارزخ باندې وغه کېدلې ډیر زیات احمدی صاحب کور مطالعه دارای کدام شرایط ها می باشه صحبت کرده. می مهربانی سلامت باشه مخن خیلی سوال خوب یعنی شرایط مطالعه داره کدام شروط هست داره کدام شرط ها هست که افرادی که مطالعه میکنن در قم نخست محیط آرام و راحت باشه همون طوری که نیکول ماکولی که یکی از سیاست مدار خیلی مطرح و ناسان که نویسنه کتاب شرده که می که همدمی و مصاحبت با کتاب و جاره در کلب محقر بیشتر دوست دارم یعنی که در قلبه محقر ما بیشتر جا دوست دارم چون که بیشتر در قلبه محقر میگه بسیار اوداداری بالاترین مشاغل نیست با این دلیل یعنی زمان که ما شما که مطالعه میکنیم باید یک محیط آرام باشه دومین شرطش شمی هست که بسیط ساده روان و دلچسب باید باشه مطالعه که میکنیم نه اینکه بسیار یک مطالعه خیلی سخت باشه مشقت باشه یک مطالعه که معضل باشه برای ما شما و نمیتون ما شما که مطالعه بکنیم بسیط ساده را مدل چل باشه همان طور که همچون که یکی از فراز بکن هست یکی از دانشمندان خیلی مطرح که پروفیسور و فلسفان خیلی مطرح امریکایی هست که میگوید که بعض کتاب ها را باید چشید بر کتابها را باید بلید ولی اند کتابها را باید جوید حزم کرد و همچون که سیومین شرط شمیه است که تشویق والدین و اساتید همیشه باید والدین پدر و مادر و اساتید بزرگوار از توی ارجمن از توی همیشه باید تشویق بکنن با تا که افراد مطالعه بکنن با مطالعه خوب بگیرن همون که همچون که حضرت علی می میگه انسان دل رمیده ای دارد که با مهر محبت راه میشد. اگر ما با مهر محبت تشویق بکنیم با شا ان شاء الله راه میشن و ایشان با مطالعه خوب میگیرن و همون که یک سخن دیگر این است که ما مذکر ذکر بکنم که دانشمند میگوید میگه موفق ترین والدین آنهایی هستند که کتفشان را کودکانشان را به مطالعه خوب عادت میدهند بس ما فاتني ولدان اورها هستند بخیر باشید ډیره زیاته مننه کوم را بات او خوشاله اوسې ډیره ځوانان موږ تاسو وګوري ګورو چې مطالعه کوي احمدی صاحب به هم مطالعه کتاب ډیر په مینا باندې راغستې وي په چا خبره چې دوی هغه کتابتون ته هم تللی وي د خوخه کتاب هم راوخلی او کین یو اوخه کلک حزم هم کړی وي چې دوی مطالعه کوي که چې دوی مطالعه کوي کتاب لولي یو ورقه ولولي دو ولولي بیا یو دم زړی تا شي په ټوله کې څکول په کار دي څبایت وشي کله کتابونه موږ تاسو باید مطالعه کو تر څو یو څلاسته هم راوړو او د ټولو په خاطر باندې د ام په هوهې هم وشي ما خو شوقر خېل یو سوال خوب یو پرشي خېل خوب ما به انځر کې مې ذکر وکړم کې افراد که واقعاً کې مطالعه کوي نو کې مثلا عائصه سره باید خوبي ګرن یعنی اینکه در قلم نخوس ایشان یک تقسیم برای خود باید بسازن که باید روز 5 دقیقه ایشان باید مطالعه کنه روز بعد روز دوم باید دقیقه کدام کدام کتاب باید مطالعه شود در قدم نخوس زمان که افراد که مطالعه میکنه از کتابهای های داستانی با شروع بگن. از کتاب اسلامی با شروع بکنن چون که کتاب اسلامی یک جذبه داره واقعا که انسان به وجد میاره از کتابهای انسانی باید آغاز بکنن و دیگر اینکه ایشان باید مکان و زمان مطالعه باید بعض افراد هستن که شما ذکر کردین که به کتابخانه کتاب ها می به کتاب فروشی ها می کتاب را اما متاسفانه که دل سرد می و مطالعه نمی کنند چرا به خاطر که مکان و زمان مطالعه نمی فهمند پس اگر چقدر مهم است مکان و زمان مکان و زمان خیلی مهم هست ما باید مثلا ما باید ذکر بکنم که مکان مطالعه می است که منفعت مطالعه کتاب ها زمان حاصل می شود که انسان بدون خستگی سر و صدا و در فضای صمیمیت آرامش و رضایت به مطالعه کتاب بپردازد و همچون که اتاق مطالعه باید متعدل باشه نه قر سرد نه باید گرم باشه تا شخص احساس سردی نکنه و اتاق مطالعه باید از صداهای مزاحم داخلی و خارجی بدور باشه تا که حواس فرد حواس شخصی که مطالعه میکنه پرت نشود و همچون گفتم میتونم اما به نظر خودم به نظر خودم مکان مطالعه اصلا که مهم نیست به این دلیل که ما گفتم میتونم که چرا که زمان که مطالعه خود را در حضور به مکان خاص زمانی که ما شما در میابیم و اختصاص میدهیم ما شما به تا مطالعه ما شما ترک بکنیم و مطالعه ما شما باید بگریزیم به خاطر چی؟ به خاطر که ما شما مکان مطالعه ما شما تسکریم اما به دقیق و انصاری به نظر خودم هیچ کوم مکان وجود نه درم پس ما او شبا در هر مکانه کو واقعا فاز آرامش است باید ما او شبا به مطالعه کتابه بپردازیم واحد اگر زمان مطالعه است پردی به وغه گیگو ته وخ باندې به وغه گیگو چی وخت څوبر مهم ده د مطالعه لپاره مخکې تاسو په زبانه وغه گیدری چی بس آرام زه وي خزه وي او لاله اللهم پر غرا وته کوم تاسو ډیر د زین الله رود مطالعه لپاره چی ځوانان مطالعه وکي لاند نشان د می ته زو د مینا باد خبرونه مهروي مخ سره پاتشي پر نوې خبرونه کرا سره شکر الله احمدي صاحب را سره د مطلب ارزخ باندې ور سرهږي ګو لاند شاند میته بیا هم خره خلاص لدوونکو قدرمن استاد را سره شکر الله احمدي صاحب سره پر نې خبرونه کيده احمدي صاحب مخکې په وخت باندې غږېدلو د متاله پر ځخ باندې هم غږېدلو پاتي برخه هم لدوونکو سره شریک کله چې موږ تاسو د ډیرې زيونې کې غونډه تزو یا به لا بېلو زيونې کې یاداش لیکل اپ سوبر ډېر مهم دي د ځوان لپاره پټوله کې مېرحبا بخیر شما باید ذکر بکنم که در قندخوس ما ذکر کردم که در حقیقت مکان مطالعه جایی است که ما شما هستیم و حضور داریم و زمان مطالعه متفاوت هست متنوع هست برخ افراد هنگام صبح و برخ افراد هنگام شب را هنگام شب را به انوار مطالعه خود انتخاب میکنن اما به طور دقیق وقت گتور وقت گتور وقت که وقتی باید وقت که باید مطالعه بیرون از طرف صبح صبحانه باشه بهتر هست و از طرف شب باید یک باشه میشه که برشون خوبتر اما به طور دقیق و کنه وقتی وجود نداره که شخص مطالعه کنه باید همیشه باید و مدام صدام مطالعه کنه و روش خلاصه نویسی داشت برداری مم. که شما قبلا ذکر کردیم که یکی از مسئله های خیلی مهم هست یکی از ویژگی های خیلی مهم هست که باید انسان زمان که مطالعه میکنه باید یادداشت برداری و خلاصه نویسی داشته باشه چون که روش خلاصه در هنگام مطالعه سبب تمرکز فکری شده یعنی زمان که ما شما میخواهیم که تمرکز داشته باشیم با یک موضوع باید یاداش بکنیم چون که یاداش برداری در رجعه دقیقه و تمرکز و نسبت به موضوعی که مطالعه میکنیم بسیار افزایش میده و میتونه که بیشتر تمرکز داشته باشیم و یک از برداری است که صحب تقویت حافظه میشه زمان که ما شما مطالعه میکنیم و یادداشت میکنیم این حافظه ما شما رو تقویت میبخشه با خاطر چی چون که واقعا تمرکز میکنیم تمرکز زمان ما شما کردیم پس هم ذهنیت ما شما هم بالاتر و به با خیلی بلند میره و همچنان چون که در اخیر باید افزود که یاداش کردن یکی از ویژگی های یکی شخصه های مهم مطالعه هست پس همیشه باید ما شما یاداش بکنیم چون که باعث میشه که مطالب مهم کتاب همبارا در دسترس ما باشه پس چی خوب است که ما شما همیشه یاداش بکنیم مطالعه بکنیم تا که که جامعه خود را به قله های بلند و بالاتر برسانیم آه. ډیره زیاته مننه کورابات خوشاله اوسې شکر الله احمدي صاحب چې راغلي د مطاليب ارزق باندې وغه گیدل او دا غټمو بیان کړل لیدونکو لی ته لیدونکو هم تاسو خبري واوریدلې کورابات خوشاله اوسې دراخير چی پیغام دريم بخیربشین در خپل خودبه ما ذکر وکړم چې یو تشکر خېل خاص از موږی موفق مثلا شما ما منند شوم چې د صحکار مهربان او تلویزیون شما هم یو پیغام کوته بنده همي است چې هميشه باید ما شما بریم که مطالعه بکنیم مدام مثلا باید مطالعه بکنیم همان طور که ویکتور هوگو اینجا مهربونی میکنه که یک شاعر فرانسوی هست و اگر نوسته خیلی سرشناس هم هست میگه که زمان کسی که مطالعه میکنه یا خوشبخت کس است که دوزدار کتاب یا دوزار اهل کتاب باشه پس ما شما باید دوزدار اهل کتاب, باش دوزدار کتاب باشیم و دوزار خود کتاب هم چون که ما شما باشیم و در آخر هم این مسابقه خود را تقدیم میکنم به پدر بزرگوار ارجمندم که در زیر آوار است خوابیده و امیدوار هستم که الله متعال قرار رحمت چون بکنه و همچنان از دلای متفقد یک خواهش دارن که پدر مهربان ملوفن با مهربام مهربان داشت و هغه چې واقعا پرځای م خیره دوه درم وایي مساوبر تقدیم میکرم په پدربزرګی او ارجمندم تشکرنده بوښه ستاسو توجه شما توجه به بندگان عزیز امید لرسم چې نکټره ک ذکر کوم بندگان یادش کړه بوښه تشکر یک جهان خوازم ډیره زیاته مننه کوم را بعد خوشاله اوسه چې اب راغلی خبرونه ته ډیره مننه کوم همکو خدا کو چې بیلابل ک درونه زوانان په خبرونه کې ولرو تر څو خبرونه په لا شایسته شی لیدونکو احمدی صاحب را سره په خبرونه کې چې د متالیب ارزخ باندې را سره وغه گیده دوبرې انزور ګورو به هو مخ سره پات شي